عملیات در برابر داعش در شرق افغانستان. 2019 میلادی سال شکست داعش در افغانستان اعلام شد. به دنبال عملیات گسترده دو ماهه نظامیان افغانستان و خارجی در برابر داعش، رئیس جمهور این کشور ماه پیش به ننگرهار رفت و شکست این گروه را اعلام کرد. همزمان با این، زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان نیز از نقش طالبان در شکست داعش سخن زد. آقا کار سلطنه بمونو نکرل تاس پولوسی قوت پا اراده بانده او پا هم غگیگ بانده اکرل داعش انشالله ننگرار که ختم سوه. بدنبال اعلام شکست داعش از سوی حکومت افغانستان، فرمانده عمومی نیروهای ائتلاف هم به ننگرهار رفت و شکست داعش را تایید کرد. عملیات مشترک نیروهای خارجی با حکومت افغانستان و افزایش فشارها بر گروه داعش سبب شد تا بیشتر از 1000 جنگجوی این گروه با خانواده هایشان به حکومت افغانستان تسلیم شوند. دیر دلی در جبهه جنگ توان للا سوار کردی او مالی منابع کمی دن وچی سوی. در افغانستان په ختیځ کې در دل په عمومی توګه له منځه لاړه. اما دا یو نړیوال خطر دی او اړتیا ده چې د افغانستان تر څنګ نړۍ په کچه ورسره دوامداره مبارزه وسي. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با دونالد ترامپ در بگرام شکست داعش را دستاورد بزرگ خواند. اما هنوز خیلی ها نگران تحرک این گروه در بخش‌های از شرق و شمال افغانستان هستند. فعلا داعش در شمال افغانستان حضور داره، خصوصا در سرپل و فاریاب و جوزجان. بنان داعش در افغانستان به شکل کامل ختم نشده، اما داعش به یک تهدید استراتژیک بعد از صلح شاید تبدیل شد، به خاطر از اینکه یک تعداد از صفوف طالبا از جنگجویش و قمانده شاید به قماندانان از اونا با داعش یک جای شود. گروه داعش در سال 2014 میلادی در ولسوالی چین ولایت ننگرهار به فعالیت آغاز کرد و پس از آن به سربازگیری در دیگر بخش‌های این ولایت و حتی در شمال افغانستان پرداخت، تا جایی که گسترش فعالیت این گروه نگرانی های زیادی را به دنبال داشت. اما در سال 2019 میلادی ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش در سوریه کشته شد و این گروه جغرافیای بزرگ تحت حاکمیتش را از دست داد. هرچند مقام های پیشین امنیت ملی می گویند که داعش سوریه و عراق با داعش افغانستان تفاوت دارد و این گروه در این کشور تهدید نیست. یک بند تفاهم‌نامه امریکا با طالبا که در طبعا پاکستان هم نقش داره و داعش مشرقی بیشتر از پاکستان تمویل می شد، یک بند تفاهم‌نامه است که طالبا و امریکا با حکومت افغانستان مشترکن علیه گروپ های تروریستی اقدام میکنه و در مشرقی ما دیدیم که اقدام مشترک تمام جوانب بود. بر بنیاد گزارش یوناما، در 9 ماه نخست سال 2019 میلادی 2563 غیر نظامی کشته و 5676 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. در این گزارش 12% تلفات غیر نظامیان به گروه داعش نسبت داده شده است. گروه داعش در سال 2019 میلادی در کنار نبرد رودرو با حکومت افغانستان، حمله های انتحاری را نیز بر غیر نظامیان و نظامیان انجام داده است. حمله بر یک هتل روسی در شهر کابل خونین ترین حمله این گروه بر غیر نظامیان به شمار می رود. در این حمله بیش از 63 تن کشته شدند و حدود 190 تن دیگر زخم برداشتند. اگه داعش است، اگه دولت است، اگه ارگانهای دیگه است، هر کس کی است، از امی جنگا دست بگیره، بلیا از خدا، بلیا از کران. اما در روزهای پسین، پس از شکست داعش در بخشهای شرقی افغانستان، فعالیت این گروه در ولایت هرات نگرانی های تازه ای را برانگیختند. سال 2019 میلادی با وجود فراز و فرودهای تعدید داعش پایان یافت. اما چنانچه که دیده شد، دو دیدگاه متفاوت در برابر تعدید داعش در سال 2020 میلادی وجود دارد. بسیاری ها به این باور هستند که اگر گفتگوهای سال با طالبان به نتیجه برسد، دیگر داعش در افغانستان تعدید نیست. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.